سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما هموطنان گرامی و بینندگان عزیز سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. طبعاً این روزا هیچ سلام علیکی و هیچ دیداری انجام نمیشه با بینندگان گرامی سیمای آزادی جز اینکه آدم یاد بکنه و بزرگ بداره آنچه را که در جریان همیاری با سیمای آزادی شما انجام دادید و اون رو تبدیل کردید به یک حماسه ماندگار در صحنه‌های مختلفی که مقاومت ایران داره تک به تک خلق میکنه. و چقدر با معنا که درست در ایامی که رژیم رو به سقوط آخوندی تمام برگ‌های خودش رو داره بازی میکنه، درست در شرایطی که همه مزدوران و دم و دمبلچه‌های این رژیم و همه همدستاش در سطح بین المللی و همه اونهایی که هنوز هم میخوان سیاست مرده و کثیف استمارت با رژیم پلید آخوندی رو دنبال بکنن به صحنه اومدن، دیگه زاغ و زغن و مور و ملخ هر آنچه در چنته دارن علیه این مقاومت میخوان به صحنه بیارن، درست در همین صحنه و درست در همین روزها شاهد هستیم که خلق قهرمان ایران در حمایت از فرزندان خودش، در حمایت از مقاومت خودش و در حمایت از صدایی که انعکاس صدای خودش هست اینچنین به صحنه میاد. برای اجازه بدین که من صحبت رو کوتاه بکنم، چون هر چقدر وقت بذاریم طبعا حق مطلب ادا نخواهد شد، و فقط این رو بگم که پیک شادی این هفته و همه برنامه های پیک شادی و همه برنامه های سیمای آزادی تقدیم به تک تک شما که در کنف حمایت خودتون مقاومت برای آزادی رو حفظ کردید. این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون. نظر بده کشی های سید علی در خلیج فارس که از ترس به هم خوردن اوضاع منطقه به سود زدن در تاریکی و برگزاری مراسم نظامی رو آورده. سید علی که این دفعه تو کوچه علی چپ رانندگی میکرد گفت: از آغاز تشکیل نظام جمهوری اسلامی هیچ کشوری را، هیچ قدرتی را به رویارویی و جنگ تشویق نکردیم و نخواهیم کرد. ما صلح طلبیم. این هم مکانیزم صلح طلبی به سبک سید علی. پرتاب موشک‌های صلح آور به گوشه و کنار خاور. اگه به این موشک پرونی‌ها بمب‌های صادراتی به عراق و افغانستان رو هم اضافه کنیم، اون وقت احتمالاً خامنه‌ای مدعی جایزه صلح نوبل بعدی هم خواهد شد. یکی دیگه از پاسخ‌های کوبنده خامنه‌ای طرح جدید مجلس برای مقابله با تحریم مقامات نظام بود که همه رو کیش و مات کرد. طرح تحریم و تعقیب برخی مقامات آمریکایی رو به رأی می‌ذاریم. تصویب شد با رأی بالایی. با این حساب آمریکایی‌ها این گونه اقدامات را در آرایش مدیریت جهانی کذای خود مباح می‌دانند، لذا به عواقب آن خوب اندیشه کنند. لازم است نیروهای امنیتی کشور با همت قوی‌تری پاسخ این شرارت‌ها را بدهند. واقعا چقدر تهدید خطرناکی بوده است. الان دیگه دشمنان نظام خواب و خوراک ندارن. البته این تحریم شامل حال همه مقامات آمریکایی نمیشه و بعضی ها مثل لورنس باتلر به جای حکم تحریم کارت تشویق از نظام دریافت کردن. باتلر همون دیپلماتیه که چندی پیش حرف بزرگتر از دهنش زد و اومد از دیوار بلندتر از قدش بالا بره، که البته روی سر خودش خراب شد. خ
خامنه‌ای در حالی دنبال ژست‌های توخالی رفته که در درون نظام موج ریزش همچنان وجود داره. فکر میکنم انشالله جامعه ما آمادگی برخورد با هر فتنه‌ای رو داره، ولی یه چیزی رو قول نمیدم، ریزش‌ها رو ما نمیتونیم قول بدیم که وجود نداشته باشه. بالاخره این موج ریزش وجود داره یا نه؟ چرا سربسته میگی؟ ماسمالیزیشن داریم میکنیم همه مسائلو. این پناهی چون تو برنامه تلویزیونی بود ماسمالیزیشن کرد، اما اگه میخوای بدونی واقعا تو دل عظما چی میگذره باید بری تو جلسه قاسمی. منم فکر میکردم که باید از یه سال دیگه آماده باشیم، زود الان، ولی زودتر از موعد به همون زدن. ما چقدر آمادگی داریم؟ نمیدونم. به نظر میرسه باز کفافه، این مدل هجمه رو نمی کنه. ماها رو با همین اسمس ها و بلوتوس ها لهمون میکنن و کردن. و تو همین ایام ندیدم که چقدر خط ما شکست پذیر و بحرین بریم، لیبی بریم. وقتی که بوسنی میرفتیم مال این بودش که حال و هوای جنگ و اون قصه تو کلم بود که بایستی بریم. امروزه میگن ولش کن مارادونا رو، غضنفر به چسبی داره به خودمون گل میزنه. یا باشم برم بحرین، خط سوراخه، بحرین دارم. اما متاسفم از این بابت که امروزه حضور ندارم، نه در بحرین نه در لیبی. اما افسوس میخورم که فتنه های داخلی انقدر نگرانی ایجاد کرده که جرأت نمی کنم که یار بخوام برای مارادونا بذارم. اینقدر غضنفر داریم که گل به خودی میزنم. حالا که کمی با دردهای نظام آشنا شدیم، بریم به یک گفتگوی کارشناسی درباره مهمترین مسائل نظام و بیت عظما. ببینید، در خانه های قدیمی دستشویی یه جای کنج حیات بود. قطعا بیرون ساختمان حیات رو استیم کردیم. شما امروز شاهد این هستیم که اصلا در سرویس بهداشتی به پذیرایی یا تو سالن نشیمن باز میشه. من میخوام یک نکته به شما بگم، میگم تو شاید خیلی قشنگ نباشه، ولی ببینید شما به موازات همین اتفاق، شما در سریال های طنز تلویزیون شاهد این هستید که اصلا بحث دستشویی رفتن دستمایه خنده است. یعنی یه سوژه برای خنده است. وقت شما اومدید تو تلویزیون نشون میدید که دارن به دستشویی رفتن میخندن و این سوژه مکرر سریال های طنز و فیلم های طنزه. ظاهرا این مشکل توی مجلس خیلی جدیتر از توی خونه هاست، چون حتی در زمان رأی گیری هم کسی سر جاش نشسته که رأی بده. آقایانی که این جلو هستن بفرمایید رأیتون بدین، بفرمایید. دوستان در صندلیاتون مستقر باشید، رأی گیری داریم، بفرمایید. آقایانی که این جلو هستن بفرمایید. بعضی از آقایون اون انتها هستن، بفرمایید رأیتون بدین. کسی از مجلس خارج نشه، رأی گیری داریم. بله، در صندلیات اونجا باشید رأی میدید، ثوابم داره. این وضعیت مجلس در حالیه که باید در مورد بن‌بست‌های جدی نظام تصمیم گیری بشه، جلوگیری بشه از بزرگ نمایی حوادث و القاء نامی در جامعه. گاهی یک حادثه اتفاق می افتد و رسانه ها چنان به اون دامن می زنند که اگر ساماندهی نشود که در جامعه القاء نامی می شود. این حادثه اسمشو نبر که اینجا اشاره شد عبارت است از گوشمالی دادن مزاحمین مردم که در لباس انتظامی و آخوندی به مردم گیر میدن. اتفاقات عجیب غریبی که داره میفته. دوباره یک روحانی رو دیدیم که به خاطر امر به معروف ضرب و شتم یعنی کتکی زدن این عزیز رو. هرچند که این بابا اصلا به این خبر دامن نزد، ولی با این حال این وضعیت در عالم واقع طوریه که احمدی مقدم هم کم آورده. امروز میگن واقعیون، سی دی، توزیع کننده فیلم، توزیع کننده پوشاک، رستوران، همه ما برخورد کنیم. بهداشت رو رعایت نمیکنه، ما برخورد کنیم. در ماه رمضان ما برخورد کنیم. آقا پس مجامع صنفی چه میکنن؟ مجامع صنفی با تقویت بشن با این تخلفات خودشون حکایت پیشرفت این طرح‌های امنیتی توی یک جامعه انفجاری مثل تلاش برای بالا رفتن از یه پله برقیه که داره میاد پایین. یه چیزی توی این مایه ها.
پیک شادی در فیسبوک. با مراجعه به صفحه پیک شادی در فیسبوک به طنزهای پیک شادی دسترسی پیدا کنید. دوغ میخوری؟ نه، ولی اگه به روشن شدن واقعیت کمک میکنه، آره. شما همتون با هزار امید و آرزو اومدین تو این دانشگاه. خانم آقایون، ایشون مثلا نماینده شما هستن تو این دانشگاه. نمیدونید اینجوری چقدر براتون بهتره. کی این ماموریت رو به شما داده؟ حالا که تصمیم گرفتیم برای ادامه تحصیل برید اونور، اگه بهتون بر نمیخوره رشته تحصیلیتون چیه؟ من پزشک هستم. یه آزمایش گرفتم اما وقت نمیکنم برم پیش دکترم. من این پسرا رو میخوام هر طوری که شده، هم برام پول میاره هم اعتماد. بهت اجازه نمیدم کلاس رو ترک کنی. اصلا برام مهم نیست. برای من مهمه راجع به من چی فکر میکنی. طلبکار مهربونی هستی تیتی. چی؟ طرف رفیقمه، مجبورم. همه یه جوری مجبوریم. پول میدم به خانم نینا، دیگه هم به من زنگ نزنی. رژیم پلید آخوندی از چند هفته پیش در تلویزیون پشمون شیشه خامنه ای سریال مسخره به نام سراب رو راه انداخته که اگه خاطرتون باشه سه هفته پیش طنزی هم در موردش درست کردیم. خیلی هم خوشحالیم که این طنز مورد توجه شما بینندگان عزیز و هموطنان گرامی قرار گرفت. خلاصه داستان این سریال از همه مزخرفات و پرت و پلاهایی که توش گفته میشه اگر بگذریم، این هست که هیچ خبری از اعتراض و دشمنی با رژیم پلید آخوندی در دانشگاه ها نیست. هر آنچه که وجود داشته سوء تفاهماتی بوده که برطرف شدنی است و بیگانگان دارن از این سوء تفاهمات استفاده میکنن برای اینکه نشون بدن که گویا دانشجوها مخالف رژیم پلید آخوندی هستن. وقتی خب موضوع یک سریال مسخره این قرار میگیره، دیگه میشه تصور کرد که وزارت اطلاعات رژیم چجوری این سناریو رو میخواد پیش ببره. اجازه بدید که توضیحات رو کوتاه بکنم و بپردازیم به برنامه دیگری از مجموعه طنز سراب. دوغ میخوری؟ آبالیه؟ نه، ولی اگه به روشن شدن واقعیت کمک میکنه، آره. ها، اون که به روشن شدن واقعیت کمک میکنه پروژکتوره. بندازم تو فیست؟ من بچه نیستم آقای منوچهر، به اندازه کافی هم بازجویی شدم. اونم نه اینجا، تو زندان استخبارات عراق. میفهمی؟ اه؟ پس تو جزو آزادگان هستی؟ خب با این سطح ولایت مداریت میرفتی نخست وزیر عراق میشدی، چرا استاد دانشگاه شدی؟ من دیگه با تو حرفی ندارم. میخوام مجبورت بزنی. آ بابا گوش نزن. ببین، استخبار جهانی میخواد دانشجوهای نخبه ما رو ببره خارج و ما رو از انرژی هسته‌ای محروم کنه. تنها راهی که برای ما مونده اینه که این سریال رو ادامه بدیم تا جلوشون رو بگیر. به خاطر همین یکم طویل‌تر بود. دانشجوی عزیز، با اینکه دشمنای نظام این سریال رو مسخره کردن، ولی از اونجایی که مقتدای ما سنگ پای غزنی حضرت آیت الله خامنه‌ایه کوتاه نمیان و این سریال رو مثل کش تنبون سردار فیروزآبادی چشش میگه. بابا شما چرا میخواید برید خارج؟ میخواید برید تخصص یاد بگیرید؟ آزاد باشید؟ راحت باشید؟ که چی؟ سوالات شرعیتون رو چی کار میکنید؟ آیت الله براد پیت بهتون جواب میده یا حاجی خانم نیکول کیدمن؟ در حالی که اینجا تو نظام از دانشگاه اخراجمون نمیکنن که میکنن. زندان نداریم، خوبش هم داریم، به اندازه تک تکتون سلول هست. تازه فارغ التحصیل هم بشید میتونید برید مسافرکشی. موادم که ریخته. حالا شاید سوالتون بشه که چرا خود من میخوام برم خارج. من فقط یک انگیزه دارم، اونم اینه که مقام عظمای ولایت
مرجع تقلید شیعیان خارج از کشوره و من میخوام برم اونجا مقلد آقا بشم. نمیدونید اینجوری چقدر براتون بهتره. اونجا فقط کافیه که اراده کنید، اون وقت هر چی که بخواین براتون مهیاس. فقط کافیه اراده کنیم؟ بابا اگه ما اراده داشتیم توی سریال آشغال بازی نمی‌کردیم. بچه‌ها منم ایرانیم، ایرانو دوست دارم، اما یه مشکلایی هست مخصوصا برای شما نخبه ها. جدی؟ شما ایرانید؟ خش، خیالم راحت شد. چون مقام عظما به ما نخبه ها گفته مراقب بیگانگان باشید. حالا که شما ایرانید، ما میتونیم با خیال راحت گولتونو بخوریم. راستی چرا شما اومدید ایران؟ آفرین. تا حالا کسی این سوالو از من نپرسیده بود. حمید، باورم شد که شاگرد اول گروه فنی هستی. چرا من ایرانم؟ نظرتون چیه؟ خب بالاخره نصفی از شما ایرانیه دیگه. ای، ولی نه. خب بالاخره یک چهارمتون ایرانی هست یا نه؟ بله، اینم میشه. دیگه؟ دیگه از یک چهارم کمتر باشه ما دیگه گولتون رو نمیخوریم. البته سریال بیمزه میشه. حالا خودتون بگید. من مأموریت دارم تا شما رو از ایران نجات بدم. ایران برای خیلی ها بهشته، اما برای شما که دارید درس میخونید جهنمه. جهنم. بروکراسی اداری، پارتی بازی، روابط، سهمیه آقازاده ها. خوب بلدم نه؟ وای آقا، اینجا سریال رو اسم موشن کنید. ایران برای همه بهشته، فقط برای ما که درس میخونیم جهنمه. خب پس جمعا بریم ترک تحصیل کنیم، برای ما هم بهشته دیگه. ببینید بچه‌ها، ما تو غرب بنیادهای خیریه زیادی داریم، مثل حمایت از حقوق بشر، کمک به افراد بی‌بضاعت و غیره. برای رشد استعدادهای درخشانم یه بنیادهایی داریم که من جزو اونا هم، از اونا هم حقوق میگیرم، یعنی مفتی کار نمی‌کنم. اه چه جالب. منم برای بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام کار می‌کنم. ما هم استعدادهای درخشانی مثل حاج آقا عسکرولادی و حاج آقا رفیق دوست رو تحویل جامعه دادیم. شما اگه رتبتونم خوب نبود بازم من شما رو میفرستادم. فوق سر اینو که گفتی پاهم لرزید. ای بر پدر اماره و نفسش، صد دفعه گفتم اسکات پا برم پاهم قوی شه. ببین من اگه رتبم خوب نباشه پس برای چی منو میفرستی؟ برای مدلینگ. مانکنی هم خوب پولی توشه. جدی میگی؟ ولی حقیقت من خودم راضی نیستم با این هیکل نافرمم، ولی اگه مدلینگ و مانکنی جز ارزش‌های نظامه، به نظرم بهتر سراغ آسایی مثل آیت الله جنتی و آیت الله احمد خاتمی بریم که یکیشون برای لباسای اسماله، یکیشون ایکس ایکس لارج. من دیگه باید برم. به سلامت. میدونی که باید چی کار کنی دختر؟ بده؟ ببخشید تعجب نکنید، قرار بود هنردوشه این نقش دختر باشه، ولی چون هم نایمده ما رو گذاشتم جاش. بفرمایید قربان. باید خبر اخراج فرید به گوش رئیس شرکتش برسه. چی؟ که؟ کجا؟ کتابی؟ اینقدر خنگ نباش نازنین، اینا همش با 2300 تومن حله. چی؟ نازنین؟ ببخشید بینندگان عزیز، اسم اصلی من قبرامه. آقای آقای کارگردان، حالا نمیشد به جای نازنین نجمه ای صغرایی چیزی رو میذاشتی؟ آبرو هیئت رفت. من این پسره رو میخوام هر طوری که شده، هم برام پول میاره هم اعتبار. انقدر نوک دماغتو نگاه نکن. باش میگم، من همش دارم نوک دماغمو نگاه میکنم. به هر حال میسپارمش به خودت، هر چه بیشتر تحت فشار باشه زودتر فرار میکنه. باشه، میندازمش تو دستگاه آبرو بگیری. خب فکر کنم دیگه من به عنوان سرباز گمنام مقام ولایت باید مثل آقای مدحی برم و تو این شرکت استکباری نفوذ کنم تا بیشتر از این دانشجوها رو منحرف نکنم. سلام خانم، من اومدم مثلا شما منو گول بزنید، اشکالی نداره که؟ خواهش میکنم. خیلی متشکرم. پیشنهاد من اینه که شما منو مغزشویی کنید. منم موافقم. خب به عنوان اولین قدم به اسم ادامه تحصیل منو بفرستید خارج، چون راستیتش خودم از نظام بریدم. حالا که تصمیم گرفتیم برای ادامه تحصیل برید اونور، اگه بهتون بر نمیخوره رشته تحصیلیتون چیه؟ حقیقتش من تو بیت ولایت تزریقاتی هم،
اما پزشک صدام میکنن. آه چه خوب پزشک. یه لحظه، من چند وقت رفتم یه آزمایش گرفتم اما وقت نمیکنم برم پیش دکترم، میشه شما یه نگاه بندازید؟ بله ببینم. اوه این که آزمایش های مقام آزماست، بدبخت و آمبلاب موش کردن، داغونش کردن که. شوخی میکنین؟ پس چرا میخندین؟ آدم شوخی میکنه که بخنده، شوخی نمیکنه که گریه کنه که. یعنی چی؟ یعنی حقیقتش اینه که من یک دامپزشکم. وای چقدر شما بامزه ای، چرا زودتر نگفتی؟ چون این جزء اسرار نظامه. کادر پزشکی بیت ولایت و همه گی مقامات لشکری و کشوری همشون دامپزشکن، متخصص خرس و خر و خرچنگ و گاو و میمون و اینا. میتونم شمالتون رو داشته باشم؟ بله من شماره کفش شهرم 43، کفش ورزشی 42، دمپایی ایکس لارج. اون طرف دنیا دانشجوهای نخبه رو پیدا میکنن، بعد درست مثل بازار ورده فروش ها میخرن و میفروشن. اینترنت شده محل دلالی. بی غیرتی و نداشتن عرق ملی قیمت رو بازم میبره بالاتر، ولی بچه اینا هیچ چیزش به شماها نمیرسه. استاد بحث برده‌داری رو کردید، یاد فیلم اسپارتاکوس افتادم. عرق ملیم هم در اومد، ولی با اینکه خیس عرقم میخوام مغزم رو بردارم برم خارج. آفرین، خوشم اومد. بالاخره یکی حرف زد، یکی مخالفت کرد. اما نه بسر جان، اینجوری نیست. اینجا تو بنده هیچ کس نیستی. چرا هست؟ بنده کفش هست، پیش بند هست، بنده رخت هست. زمنان من میرم خارج. اون که صفت مادر من اون کشته، من رفتم. بهت اجازه نمیدم کلاس رو ترک کنی. بابا کی خواست بره خارج؟ اینم تا همین ته سالن برمیگردم. وضعیت من برات مهم نیست. برای من مهمه راجع به من چی فکر میکنی؟ من نه به تو اجازه میدم از کشور خارج بشی، نه به خانم ریحانه بیگی. بله بینندگان عزیز، چون وزارت اطلاعات از اینجا به بعد سناریو رو آماده نکرده بود، من خودم چیزی که به ذهنم میرسه رو میگم. حقیقت همینه که من قدر دامن نظام جمهوری اسلامی رو ندونستم و افتادم تو بیجامه استکبار و گول خوردم. به اون خانم نعنا بود، ریحانه بود، چی بود، گیشنیز بود، چی بود، به اونم بگید که بهتر خودتو معرفی کنم. منم خودمو میکشم تا شما بگید یه دانشمند هسته‌ای کشته شد. سلام، تو این فکر بودم که تو برنامه تغییراتی بدم، مهمونه دیگه بیارم، لاریجانی ها، حسین شریعت مداری، سبزعلی رضایی، حتی خود آقا محمود، شاید فرجی بشه. ولی دیدم اینا همشون انگوش کوچیکه دکتر هم نمیشن. دیدم راه به جایی نمیبرم، با این اوضاعی که سر نظام هست و روز به روزم بدتر میشه، اسم برنامه رو عوض کنم، اسمش بذارم بنبست و استراتژی نظام. ولی دلم نمیاد، دلم بره مقام عظما خیلی میسوزه. حیوانکی آخر عمری بد جوری زایه شده. نظام الهیمون پنچر نیست که بگیم یه چسب وصله میزنیم درست میشه. لاستیک و تیوبش جر خورده و کارش نمیشه کرد. نمیدونم، شاید باز خود مقام عظما بیان و معضلات استراتژیکی رو یه جورایی حل کنن. اما دیدم اگه اینو به دکتر بگم از کوره در میره. دست آخر دوباره رسیدم به خودش، به همون هیبت و هیکلی که با 150 کیلو آهن و پولاد سر دست و پنجه نرم میکنه و آخ هم نمیگه. بدون دوپی هر که میخواد بیاد آزمایش کنه. دریای لایتناهی معرفت و مرام، معدن علم و حلم، کوه تکنیک و تاکتیک و استراتژی، همه با هم. خواهش میکنم وارد این بحث نشو. میدونم آقای دکتر فروتنتون اجازه نمیده. نه خیلی، خیلی هم اجازه میده، ولی وقت برنامه کمه، نمیرسی همه رو بگی مردمال میشه این بسن. قربون زبونت که همیشه گل میگی. چی فکر کردی؟ چی کوچیک آقایان، زنگ در خونتم،
هر کی به خاطر ببینه اول باید منو بزنه. دکتر سخت مشغول شطرنج استراتژی هست یا نمیدونه که من مات رفاقت و تاکتیک تاثر. چرا میدونم، چروک لباس تیم اتو بزن تا هلاک شیم. آی دکتر سوزن رفاقت رفت تو تیوب قلبمو صدا کرد، تازه فهمیدم که پنچرتم رفیق. قرمزی چشاتم قطره بریز تو چشت تا فناشیم. آی دکتر پدال دنده موتور تیم با پا بزن تو سرمون رو خلاصمون کن. من میخوام بگم که آیه دکتر موچم تمام نشده، باید بگم که بند کفش تیم گره بزن خفشیم. آیه دکتر دیگه هیچی نگو، برنامه وقتش داره تموم باشه. باشه میدونی چرا حرفتو قبول کردم؟ نه خیر بفرمایید. سوال کاشف الکل کی بود؟ راضی آفرین، ولی نه باید فقط کاشف الکل راضی باشه، تو هم باید توی برنامه راضی باشی. بله آیه دکتر، این چه وضعشه که دولت و مجلس رو انداختن؟ اینا ناسلامتی قوای نظامن، باید توی این وضعیت درب و داغون بار از رو مقام عظما بردارن. حالا میان بار میذارن رو دوشش، حالا کار به جای رسیده که پاچه همدیگر میگیرن و طوری که دیگه مقام عظما باید هیئت حل اختلاف تشکیل بده. دهن منو باز نکن، حرفو پیش خود مقام عظما زدم. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر از کتا بده، میفرمودن که مشنگه ساعت 7 صبح تخت گرفته بود خوابیده بود، مامانش اومد بالا سرش گفت پسر جون بلند شو باید بریم مدرسه دیر میشه. مشنگه از زیر پتو گفت نمیخوام برم مدرسه، اونجا هیچ کس منو دوست نداره، بچه ها با هم بدن، معلم ها از من متنفرن، حتی فراش مدرسه هم سایمو با تیر میزنه. مامانه گفت آخه نمیشه که داری مدرسه، ناسلامتی تو نرخر مدیر مدرسه ای. روشن شد یا همچین بذارم کتاب مدرسه؟ بله واقعا روشن شد آیه دکتر. آیه دکتر یه نامه داریم بدون اسم مستعار، بدون اسم کوچیک، فقط نوشته لاریجانی، گفته این چه تصمیمی بود مقام عظما گرفت که شارودی رو گذاشت اختلافات مجلس دولت رو حل کنه. اگه شارودی عقلش به این کارو میرسید که خودش رو از سر قوه قضاییه و نمیدوشه. ایشی بابا لاریجانی مشنگ، من میدونم تا کجا میسوزی، تو رو چه به این تصمیم گیری های استراتیجیکی، تو بشین حسرت تو بخور حسودی تو بکن. برو بابقی همیشه میفهمودن بازم بهادر از مکندم بله، میفهمودن که خره هر وقت اسب از دور میدید میرفت تو فکر، یه پوکی به سیگار میزد میگفت کاش تحصیلاتم رو ادامه داده بودم. آیه دکتر شما که نمیدونین کدوم لاریجانی نامه نوشته اینجوری میگه، نمیخونه اینی که گفتم به هر سهشون میخوره. بله آیه دکتر اگه با همه این حرفا من قسمت خالی لیوانو بذارم کنارو برای روحیه دادن به امت همیشه در صحنه تاکید کنم که وضعیت نظام خیلی هم بد نیست، شما چی میگی؟ هیچی بد نمیگم، چون میدونم اوضاع چجوریه. حکایت یارو هست که رب پیش کشیش، گفت من هر وقت جلو آینه رد میشم آقای کشیش به خودم میگم که چه خوشتیپی اینجا رد شد، این گناه بزرگیه که من مرتکب میشم. کشیش گفت نه فقط دروغ میگی این سگ. آیه دکتر، آیه دکتر این دیگه نامردیه. نامردی کشیشه؟ من گرفته بودم هرچی به مقام عظمان بگین تحمل کنم، بدم دست شارودی با هیئت حل اختلافش، ولی شما نه بردی نه آوردی به من مجره رفیقت میگی سر. نه جوش نیار، جوش نیار، بشین سر جات. من به رفیق کشیشه گفتم سگ، تازه اگرم به تو گفته باشم نه هر سگی، سگ جرمن شپرد مرسی هیکل زیبایی انداب پشت هیچ باره اینه میکنه استراتیجیک میبره میره جلو پرش میکنه مثل چی تو دو پا بلند میگه دسته را همیشه. امروز با لحسنه صحبت میزنه از نماینده جدید مقام عظما، اونو محرفی میکنه. نماینده مقام عظما در استان واشنگتن آقای باتلر اسمش، دام معفاظاته که جانشین منه، یعنی اگر یک روزی من کرداشته اون جای من مشتی مشکم میزنه به دهان دموکراسی، جفتش میزنه به حقوق بشر از انتصار. از قدیم گفتنده که او اولماسن بو اولسون، بلا نسبت در مثل نقشه نیست، مهم اون درشکی اصلی که کشیده میشه، حالا با اسبی میکشی کشیده یا قاتل، اصلا دیگه فقط کشیده که میگویم، نه این کشیده ها که میخوره صدایت در میآید، اون یکی کشیده.
شاعر هم میفرماید که گیرم پدر تو بود قاطر هیچ فهمیدی برای چه خاطر دو رأس نماینده ازما ملا حسنه بودی و باطلر اما میگفتم از چه؟ بله یادم رفت مهم نیستی حتما که آدم نباید هر سرتی پرتنه یادش نگه داری چه چون که بشر جایزت الخطاست چه میرسد به ملا حسنه یعنی اگر خطا میکنه جایزه میگیری بگذاریم از اینجا بس ایجه با تو از پس ایجه آخ تو چرا اونجا درست نگاه میاندازی به قول شاعر محله گدخلان من منه اگر تو به اندازه نصف آقای باطلر التزام قلبی عملی داشتی به ولی فقیه الان ولی فقیه بعضش اینجوری بنوا نبودی ای خاک پسره که به اندازه من فهمی شعور نداره بسیار هزون باید تا کفته شد و پخته مالله حسن شاعر این شعری خودش گفته آقا بدبختی بنوا از اون باطلردن یاد بگیرها دو روز آمدش ها البته شاید قبلا هم آمدش با قیافه میبدل بسیطی آمده شنار دستت نشسته آخه اون از این کاری ولی خلاصه الان که آمدین یک کرده که بار از روی دوش مقام عظما برداره دوش که میگویم نه اون دوش که از آن آب تخ کرده میآید ها اون یکی دوش که میری زیر اون یکی دوش یعنی همان دوش که اگر بار میگذاره خم میشه البته اون یکی دوش هم اگر بار میگذاره خم میشه اصلا یک معما اون چیزی زردی درازی یک خورده کسی موزه ها دیدی خودم زودتر عقلم بیشتر بود تو همانه که بدبختی بسیجی بنما پرونده دست منه بستنی چیم را که میگرفتی بخوری میگذاشتی لاینان سیخش را میکشیدی بیرون بدبخت بتاره آخه اون سیخ با چوب نازاش درست کردن که با همه بخوری پس خجاله کشیده حالا برو از نظافت من سو استفاده میکنی سو که میگویم نه اون سو که آب میخوری دستت میشوره ها اون سو که آخه نظافت نمیخواید استفاده بکنه نظافت نمیخواید که رفته بشه اون باطلر دیگه ها چی شد کلمت لال شد تو همان بدبخت به نوا پرونده دست من تو همان که هلو میخوردی به هستش که رسیده گفتی جیدکان هم دارد ها پیک شادی در فیسبوک با مراجعه به صفحه پیکشاری در فیسبوک به طنزهای پیکشاری دسترسی پیدا کنید. دوستان عزیز در پایان وقت برنامه پیکشاری با آرزوی این که برنامه مرتوجهتون قرار گرفته باشه اجازه میخوام که دو آدرس رو خدمتون یادآوری بکنم. آدرس ایمیل برنامه ما هست pikeshadi@irantv.com و منتظر دریافت نکات، نظرات و پیشنهادهای شما در این آدرس هستیم. همینطور برای دریافت طنزهای برنامه پیک شادی یا ارائه نظر میتونید با آدرس فیسبوک ما مراجعه بکنید www.facebook.com/pikeshadiint. منتظر نکات، نظرات و پیشنهادات شما عزیزان در این دو آدرس هستیم. با تشکر مجدد بابت همراهیتون با پیک شادی همه شما رو تا دیدار بعدی به خدای بزرگ دارم. خدا نگهدار. اگر